با نام و یاد خداوند مهربان، داستان زیبای دیگه‌ای رو از داستان‌های مثنوی معنوی اثر مولانا جلال الدین بلخی براتون آماده کردم. همانطور که می‌بینید داستان به صورت نثر هست و آقای دکتر محمد فتوحی از شعر به نثر اینها رو برگردونده. نام داستان هست طوطی و بقال. یک فروشنده در دکان خود یک طوطی سبز و زیبا داشت. طوطی مثل آدم ها حرف می زد و زبان انسان ها را بلد بود. نگهبان فروشگاه بود و با مشتری ها شوخی می کرد و آنها را می خندد و بازار و فروشنده را گرم می کرد. یعنی رونق میداد، همه خوششون میومد که بیان و مثلا به مغازه سر بزنن و شیرین کاری های این توتی رو ببینن. یک روز از یک طرف فروشگاه به طرف دیگر پرید. طرف اینجا جا افتاده. بالش به شیشه روغن خورد، شیشه افتاد و شکست و روغن ها ریخت. وقتی فروشنده آمد و دید که روغن ها ریخته و دکان چرب و کثیف شده است، فهمید که کار طوطی است. چوب برداشت و بر سر طوطی زد. سر طوطی زخمی شد و موهایش ریخت و کچل شد. سرش تاس تاس شد. تاس شدن به معنای اینه که اصلا دیگه مویی تو سرش نموند. طوطی دیگر سخن نمی گفت و شیرین سخنی نمی کرد. فروشنده و مشتریهایش ناراحت بودند. مرد فروشنده از کار خود پشیمان بود و می گفت کاش دستم می شکست تا طوطی را نمی زدم. او دعا می کرد تا طوطی دوباره سخن بگوید و بازار او را گرم کند. خلاصه از کردش خیلی پشیمان بود. روزی فروشنده غمگین کنار دکان نشسته بود. یک مرد کچل تاس، یعنی دیگه کاملا موهاش ریخته بوده، از خیابان می گذشت. سرش صاف صاف بود، مثل پشت کاسه مسی. یعنی سر این آقای کچل رو به پشت کاسه مسی تشبیه کردن. این فن تشبیه در ادبیات فارسی زیاد به کار میره. ناگهان طوطی گفت ای مرد کچل، چرا شیشه روغن را شکستی و کچل شدی؟ یعنی اون مرد کچل رو با خودش مقایسه کرد، فکر کرد که اگر اون هم کچل شده به خاطر اینه که روغنی ریخته بود زدن به سرش. تو با این کار به انجمن کچل ها آمدی و عضو انجمن ما شدی. میگه الان تو با این کار وارد گروه کچل ها شدی. نباید روغن ها رو میریختی. مردم از مقایسه طوطی خندیدند. او فکر میکرد هر که کچل باشد روغن ریخته است. در واقع این داستانی رو که جناب مولانا بیان کرده میخواد از مقایسه های سطحی مردم صحبت بکنه که گاهی ما مقایسه هایی میکنیم که این مقایسه ها شاید ظاهر دوتا مطلب مثل هم باشه، دوتا ماجرا، ولی ریشه و انگیزه و چیزهای دیگرش ممکنه خیلی با هم متفاوت باشه. در واقع دعوت میکنه که مثل طوطی نباشیم و فقط به سطح مسائل نگاه نکنیم، بلکه به عمقش هم نگاه کنیم. داستان دیگه ای رو هم براتون انتخاب کردم. این داستان هم هست، اسمش دزد دهلزن. دزد دهلزن. دهل به طبل بزرگ میگن دهل. دزدی در نیمه شب پای دیواری را با کلنگ میکند. پس دزدی رفته کنار یه دیواری، داشته اون دیوار رو کنارش رو میکنده. کلنگ هم وسیله ایست که دسته داره، نوک از دو طرف تقریبا نوکش تیزه و باهاش تو کارهای ساختمانی هم ازش استفاده میکنن تا سوراخ کند. پس این دزده میاد با کلنگ، میخواسته کنار دیوار رو سوراخ کند و وارد خانه شود. پس قصدش این بوده که بره از کنار دیوار جایی رو بکنه، وارد خونه بشه برای دزدی. مردی که نیمه شب بیمار بود و خوابش نمیبرد، صدای تق تق کلنگ رو میشنید. یک کس دیگه ای هم حالا از همسایه ها صدای تختق رو میشنیده. بالای بام رفت و به پایین نگاه کرد. بالای پشتبون میره و پایین رو نگاه میکنه. دزدی رو دید که دیوار را سوراخ میکند. گفت ای مرد تو کیستی؟ دزد گفت من دهلزن هستم.
دزده میگه من اهل همین تبل زدنم، دارم تبل میزنم، دارم دهل میزنم. گفت چی کار میکنی در این نیمه شب؟ دزد گفت خب دهل میزنم. مرد گفت پس کو صدای دهل؟ میگه پس کجا اون صدای تبلت؟ دزد گفت فردا صدای آن را میشنوی. میگه فردا صداشو میشنوی، فردا از گلوی صاحب خانه صدای دهل من بیرون میآید. یعنی فردا وقتی صاحب خونه داد و فریاد کرد که ای وای خونم و دزد بود، شما صدا رو میشنوید. حالا باز این هم یک نکته خاص داره که جناب مولانا در واقع میخواد بگه که گاهی ما یه کارایی میکنیم یا وقت یه بلاهایی اصلا سر ما میاد که صداش بعدن در میاد، باید مواظب باشیم که اشتباهاتی نکنیم که صداش بعدن در بیاد. امیدوارم که از این دو داستان زیبایی که مربوط بود به مثنوی لذت برده باشید. شما رو به خدا میسپارم. موفق و معید.